یار گرامی اون آقای سیاوش اوستا که تصویرشون رو همین الان در روی در حال صفحه مشاهده کردید و درودی گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز، سال نو مبارک. امیدواریم که این سال 2023 متفاوت بشه از 2022. درود بر شما استاد چرفشاهی، درود هم به کارگردان برنامه مهربانیار برادرم مهندس امیر شجره و همه بینندگانمون. همونطور که گفتید آقای شرفشاهی، استاد عزیز، این سال سال پیروزی است، در این هیچ شکی نباید کرد، اما یه شرط داره. اون یه شرط که شما امشب بارها گفتم ولی امشب باز میکنم، یعنی امشب یه رازی رو برای شما باز میکنم که اگر این راز رو مردم ما بفهمن، مثل همین مهرورزی که تا این 40 سال داشتن به مطلب سیاوش اوستا، 100% امسال آزاد میشه. در ابتدا پروانه میخوام ازتون استاد شرفشاهی که درود بفرستم به روان رفیقم، برادر عزیزم، یار مهربان ایران، نواده رضا شاه بزرگ، دکتر علیرضا پهلوی عزیزم که امشب یادبودش هست، 12 سال ترور شاهزاده علیرضا پهلوی است. تصویرش رو داشتیم، میارین روی صفحه. بله، اگه عکسش هست، اینم عکس قشنگ و خوشگلش و همیشه خندانش. همیشه آقای شرفشاهی خندان بود، همیشه بزلگو جوک تعریف میکرد. من یادم میاد وقتی که با شعبانی جای میجست، شعبانی پاشو فشار میدادن که بابا مثلا آدامس نخور، این کارو نکن. همونطور که خود شعبانو به مادرش روبل بود، یعنی انقلابی بود، بهش گفت ماتیک نزن، میزد، میگفت اونجا نرو، میرفت. علیرضا هم همینجور بود. میخوام ازش فیلمای زیادی دارم، حتی در کنار شهبانو که نشسته همین کارا رو، ولی خب اینا ما پخش نمیکنیم. این جوان اصلا تو خونم که بود، میدونید که آقای شرفشاهی، اینه دیگه، چون پرنس رضا پهلوی توی سخنرانی خودش به یاد علی رضا گفت، من بگم اینجا، پرنس رضا پهلوی گفت این اینقدر شور و تحرک در دربار داشت که ما اسمشو گذاشته بودیم تروریست، چون حتی یه بارم شوخی هایی کرده بود با اینا. خلاصه روانش شاد. من وقتی که همه میبرن میگفتن وقتی ما با توی مویست رو بعضی وقتا میخندیم چون شوختب، ولی وقتی ایشون بود همین این لبخند به لبش و ما لذت میبردیم از بودنش و در کنارش بودن. من امشب میخوام پیش از اینکه وارد مبحث اصلی بشم که خیلی مهمه، خیلی راز مهمی رو نوشتم سالها قبل، امروز میخوام به آگاهیتون برسونم که برای پیروزی انقلاب خیلی مهمه. دکتر علیرضا پهلوی، آقای شرفشاهی عزیزم، استاد عزیز، میدونید که ایشون کارشناسی، یعنی لیسانس موسیقی رو گرفته بود از دانشگاه بیلسانسال 1967، اما پس از این که من دیگه باشون رفیق شدم و این کتاب های آیین اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد و ایران 7000 سال پیشینه تمدن اینا رو خوند، گفت من باید برم تو تاریخ ایران و رفت تو تاریخ ایران. ایشون باز یک لیسانس دیگه از ایران شناسی گرفت جناب استاد شرفشاهی از دانشگاه کلمبیا و بعد زبانهای ایران باستان و فلسفه رو در دانشگاه هاروارد خوند که دکتراش هم تزش رو نوشته بود، مینوی خرد اسمش بود. منم صفحاتش رو برام فرستاده بود با ایمیل، داشتم و دارم و دیدم که من از شهبانو بارها خواهش کردم، نمیدونم شاید دست شهبانو نیست چون آرمونه نگفتن، ولی الان 12 سال گذشت هنوز منتشر نشده، لااقل ایشون به دانشگاه نتونست ارائه بده. این مینوی خرد باید پخش بشه چون در راستای همین انقلاب جوانان ایرانه، چون انقلاب جوانان ایران امروز این هست. من در ابتدا اینو عرض بکنم، چون علیرضا پهلوی گفت منو بسوزونید و پیکر من رو، وقتی اختی من رو سوزوندید در دریای خزر بریزید و غیران میدونید. دو مورد در رابطه با پرنس و شاهزاده علیرضا پهلوی است که شما مردم کمتر بیتوجه کرده، من دیگر بار بازش میکنم که تحول حتی در پرنس رضا پهلوی و تحول در شهبانو که سیده هستند به وجود آورد، اون اینه که میدونید که در اسلام سوزوندن حرامه، یک. دو، در اسلام بچه دار شدن بدون ازدواج حرامه. علیرضا پهلوی، هم ایریانا لیلا پهلوی، از عشقش پرنس رها دیده برداره که در نگاه ما، منم به خود ایشون گفته بودم، ایشون هم میدونست، البته قرار بود ماه آگوست یا جولای ازدواج بکنن و من در خدمتشون باشم که اون اتفاق افتاد، اما میخوام اینو بگم در نگاه ما ازدواج اونطور که توی تشکیلات اسلامی هست وجود نداره. ازدواج
زندگی هنگامی شروع میشه که دو نفر همو دوست دارن. دو نفر که همو دوست دارن تمام. بر همین اساس علی رضا پهلوی ایرانی بود، همونطوری که کیان گفته بود به مادرش من ایرانی هستم، قرآن دوست دارم. حالا من میخوام در ابتدای اینم آقای شرفشاه اینجا استاد بگم ما با اسلام هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، ما با عرب هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، اصلا من مخلصشون هستم. انا بحكي العربي جيد جدا، یعنی من زبان عرب رو خیلی خوب صحبت میکنم و حتی لهجه های کشورهای مختلف رو صحبت میکنم. دوستان بسیاری دارم، همین شاه عربستان سعودی ولیعهد که فرد شاه میشه بارها گفتم اینو میگم اینجا که بدونید من با اینکه دیدگاه هم مشخصه تا حالا چندین فیلم مستند به فرمان خودی برای من ساخته شده که روی اینترنت قابل دسترسی است، از زرتشتی های جدید گفته و اینا، چون به من ارادت داره. ما دیدار داشتیم با هم وقتیشون 14-15 ساله بوده. البته من نه تنها از کسی پولمون تو زندگیم نگرفتم که به همه دادم، من مزدوری کسی نبودم بس که بلکه به همه هم هدیه دادم. بر همین اساس اینا صاف ساده بگن که بدونین. خب ما با نه با عرب مشکلی داریم نه با اسلام، مخلصشون هم هستیم. اما مشکل اینجا اینه که ایرانی نمیخواد مسلمان باشه و نشده و نبوده، الان میگم بهتون. و ایرانی با عرب مشکلی نداره، با بنی هاشم مشکل داره. چون آقای شرفشاهی استاد تمام اینایی که الان در قدرت هم در ایران اینا بنی هاشم هم. یعنی اون جناح دیگه عرب ها هستن که با بنی امیه جنگشون شد اومدن تو سرزمین ما. از همون لس آنجلستون که دعوا دارین با نایک مایاکی ها، شما بگیرید که بچه نواب صفوی رو بنی هاشمه، تا تو ایران هر کی به قدرت رسیده، هر کی سردار فرمانده ارتش یا آقای موسوی، اینا همه بنی هاشم هم. با نمیخوایم بنی هاشم ملت من آقای شرفشاهی گوش کنیم، ملت ایران استاد شرفشاهی اینو عرض کنم، ملت وقتی که میاد میگه بیگانه در ایران است، ما ایران پس میگیریم، یعنی از همین اعراب پس میگیریم. ما با عربای کشورها کاری نداریم، مخلصشون هست. حالا ما هم آقای شرفشاهی هرگز مسلمون نشدیم، هرگز مسلمون نشدیم. من اینو استاد پرویز صیاد با من مصاحبه چند سال پیش در همین تلویزیون پارس انجام داد گفتم، در کتاب هم نوشتم ثابت کردم اینو. حالا هفته پیش ما یه کارتی منتشر کردیم 6 خط، یکی از اساتید بسیار محترم نازنین هایی که در لس آنجلس تشریف دارن و ایشون یک گروه خیلی مهم شهر رو رهبری میکنه، حالا اسمش نمیگم، شما هم دوستش دارین، همه هم دوستش دارن، همه ایشون رو دوستش دارن، آدم معتبریه. ایشون پریروز به من تلفن کرد به ویژه در رابطه با برنامه شما، گفت سیاوش اوستا این اخباری که اونو زدن اونو کشتن بعد رفیقت غرق شده تو رودسل، این رو که همه میگن، تو وقتی با استاد شرفشاهی هستی اصلا این کارت ها بگو، اصلا این حرفا بزن، منم اطاعت امری ایشون رو بکنم. آقای شرفشاهی مقابل بشم میگم خوب گوش کنید مردم، این رو بارها گفتم نشنیدید دیگر بار میگم. نخست این که وزارت اطلاعات، تشکیلات و سازمان اطلاعات برای حفظ و بقای هر کشوری مهمه و این هم ایرانی ها ساختند از زمان ایلامیان، بعدن کردهای عزیزم که در دورانهای مختلفی حکومت مادها و اشکانیان تشکیل دادن با سازمان اطلاعات امنیت داشتن، که سازمان اطلاعات امنیت هر کارم میکنه های شرفشاهی استاد مخفیه، کارهایی که سازمان اطلاعات امنیت میکنه مخفیه، اگه بیاد رو کنه علنی اینجا بگه که همین انقلاب کنونی رهبری داره، همبستگی داره، پیوند داره. شما با 5 نفر دیدید که پرنس رضا پهلوی اومد یه پیام داد، 5 نفر از عزیزان من اومد اینو نقل کردن، این 5 نفر علنیان، خیلی کسای دیگه تو این اتحاد هستن مخفیان. ما نباید بگیم، اگر بیاییم بگیم دشمن ضد حمله میکنه، جاسوسی داریم و ضد جاسوسی میزندتش و پس این جنبش رهبری داره. بعد من اینجا ننشستم که یا پرنس رضا پهلوی یا هر کسی بیاد اطلاعات مخفی و محرمانه به حسین علی بقال یا یک بچه 18 ساله یا یک بابای 80 ساله بخوایم بدیم که زنگ میزنن آقا چه ما کار خود میکنیم. حالا همین اطلاعات و امنیت هم ایران رو نگه داشته. من به قبل از اسلامش کار ندارم، فقط چون وقت نداریم سریع به شما میگم از هنگام زایش اسلام که من اینو گفتم ثابت کردم، کاری که سیاه شسته ثابت کرده، بر اساس سوره روم اسلام یک حزب سیاسی است که درست میشه برای اینکه ایران را حمله کنه نابود کنه، چون در سوره روم میگه ایرانیا رومیا رو شکست دادن، ولی ما میایم ما که میگه الله، الله هم خدا نیست، رب در زبان عرب میشه خدا، الله ال
اله هست، یعنی بت تشکیلات قریش، بت بنی هاشم. میگه ولی الله میاد ترتیب ایران میده تا در سال آینده در به داغونش میکنه. خب من محقق که هستم، مورخم، من تاریخ شناسم، در لبنان، دمشق، لندن، قاهره